سلام دانشجوهای عزیز، امروز میخوام برخورد جذب با جای جذب و ساخت مدل جذب و تعیین سینما به وسیله اتوکد را یاد بدم. یک هرم 6 ضلعی منتظم به ضلع 44 میلیمتر که به وسیله منشور 6 ضلعی منتظم به ضلع 21 میلیمتر از وسط خالی شده. مطلوب ساخت این مدل و تعیین سینما به توسط اتوکد. این مسئله در کتاب به این جانب نقشه کشی سنتی 2 در صفحه 123 آمده و در jtaskini.com آپلود شده. این مسئله مطابق شکل زیر به کمک صفحات خاص و قوانین آن ساخته شده. مشاهده بفرمایید. همانطور که مشاهده می نمایید، سینما به کمک اتوکد به دست آمده. من در اینجا نشان می دهم چگونه می توان این کار را انجام داد. این نمای روبرو این مدل است، نمای بالای مدل و نمای چپ و خود مدلم که ساخته شده. اینجا مدل ساخته شده، اینا میچرخونیم ببینید کاملا از وسط به وسیله منشور خالی شده. این هم به کمک مقوا درست شده. همجوری که مشاهده میکنید این منشوری که از داخل بریده شده به طور قرمز رنگ ما مقوا را انتخاب کردیم و این گسترش این هم تو کلیپ بعدی خواهیم گفت. اینجا میریم توی محیط اتوکد. اینجا میریم سبودی ساوت ایست ایزومتریک. این ساوت ایست ایزومتریک در اینجا هم میتونیم از این ور هم حساس کنیم. حالا میریم توی هرم 6 وجهی. اینجا میبینید ایج و سایت زده. خب بس من سایت میزنم انتر میکنم و قبلا دیفالتش 4 بوده، حالا 6 میزنم، انتر میکنم، مرکز انتخاب میکنم، اینجا ایج انتخاب میکنم. همینجوری که میبینیم 44 عد کوچکتر از صفر رو انتخاب میکنم، یعنی 6 دلی منتظرمو ارتفاع 100 هم انتخاب میکنم. خب حالا این هرم به ضلع 44 میلیمتر به ارتفاع 100 مطلوب است. میریم تو فرانت ویو. این فرانت ویو رو اینجا نگاه بکنید. در اینجا من ارتفاع 162 باید اینو ببرم با وضع 44 میلیمتر سطح تحتانی. خب اینجا میرم بالا 62 میلیمتر میزنم، حال میرم کنار، میرم خط پالی لاین رو انتخاب میکنم. این پالی لاین رو همینجوری که میرم تو سبودی ساید ایست ایزومتریک رو انتخاب میکنم. دوباره میرم تو اکسترود، این اکسترود رو میزنم انتر. حالا میرم توی سابتراکت. همجوری که میبینید سالید سبترک اینو اول میزنم تیک میکنم، انتر میزنم، اینم میزنم انتر. حالا این شیش وجه ناقص به دست اومده. برای این میریم تو فرانت ویو. خب فرانت ویو همجوری که میبینید در اینجا، خب برای اینکه اون UCF رو که 62 ممیز اینجا ببینید اندازش هست 48 ممیز 7 تا. خب تا بتونه اونو در اونجا ما نشان بدیم. خب این 62 48 ممیز 7 تا. بعد میریم تو پالیگان،
پالیگان رو که همون 6 تا 6 زلی رو انتخاب میکنیم، مرکزش رو انتخاب میکنیم، ای رو انتخاب میکنیم، حالا یه مرکز یه جا رو انتخاب میکنیم. خب این میریم اد فرمان قطبی رو میزنیم، اد 21 کوچکتر از 90، اینو که انتخاب شده دوباره میایم اونجا انتخاب میکنیم. این UCS رو یعنی محور موسسات رو میکشیم کنار که مزاحم نشه. حالا وسط اینو میگیریم همونجوری که قبلا گفتیم 48.7 تامو میدیم. حالا موو میکنیم اینو، این نقطه رو انتقال میدیم به اینجا. خب این حالا درست شده، ببینید کاملا روی اون یال حقیقی اون دو نقطه قرار گرفته. اینو پاکش میکنیم میریم توی سبودی سات ایست ایزومتریک. خب حالا اینو حرکت میدیم به سمت این ور که بتونیم اینو ببریم. خب میرم اکسترود انتر میزنم، میکشم اینو. حالا میرم تو سابتراکت اینو میزنم، بعد اینو میزنم. خب ببینید این چه ساخته شده. میریم تو گری همجوری که قبلا مشاهده فرمودین این درست شد. حالا میریم توی element، بعد میایم اینجا تو منجش visual style ملت اینو هایدن رو انتخاب میکنیم. در اینجا باید اینا را ما کاملا حساس کنیم دانشی عزیز. خب اینجا این درسته ولی این زخامتش رو یه ذره زیادترش میکنیم، میکنیم 5. اینجا intersection edge رو میذاریم yes. اینجا سالیده ولی میذاریم داش لاین یعنی خطچین. اینجا هم که شو بوده اینم باید بذاریم yes. لاین تب همون داش لاینه. خب اینا کاملا ما بارگذاری کردیم و کافیه. خب بس حتما باید این کار رو بکنیم. بعد میریم توی همینی که میبینید 3D هایدن. خب ببینید این کاملا هایدن ها کاملا یعنی مخفی ها مشخص شده. میریم توی لیات پاک میکنیم، میذاریم رو خط پاکش میکنیم. خب میریم اینجا تو دیسپلی ویوپورت. ویوپورت خیلی مهمه. اینجا 4 رو انتخاب میکنیم. خب اینجا هم 3D رو انتخاب میکنیم. همجوری که میبینید 4 ویو اینجا انجام شده ولی ما بعداً اونو تغییرش میدیم. اوکیش میکنیم، از نقطه بالا تا پایین درگش میکنیم. خب ببینید این 4 ویو کاملا مشخص شده. خب برای این کار اینجا میریم توی فرانت ویو. فرانت ویو رو حساس میکنیم. اینجا روی این یکی میزنیم. این خب نمای رو روی داره به ما نشون میده. دوباره یکی اینجا میزنیم. یکم اینو جابجا میکنیم که اندازه این خطچینا یا اون خطای مرئی بهتر دیده بشه. چون تو همون مربع باید ما کار بکنیم. خب حالا درست شد. میریم تو تاپ. تاپ ویو اینه که میبینیم کاملا تاپ ویو رو مشخص کرده. اینجا میریم توی لفت ویو. ببینید نمای رو، نمای بالا، نمای چپ، تاپ رو، نمای فرانت ویو، تاپ ویو، لفت ویو. اینا جزء قوانین نقشه کشی هست. اینجا همجوری میبینید کاملا این رو گری کردیم طبق شکلی که از اول توضیح دادیم. همجوری که میبینید دانشجوهای عزیز یکم اینو بالا پایینش میکنیم که اون خدچین ها بتونه دیده بشه. خب نمای روبرو، نمای روبرو، نمای بالا، نمای چپ دیده میشه.